درود بر شما هممیهنان شجاع و دلیرم. آرزوی همیشگی من این بود که این اتحادی که اکنون از خود نشان می‌دهید در سرتاسر کشور را ببینم. شما با هم نیرومندید و با هم از هر نیروی سرکوبی قوی‌تر هستید و همین روند اگر ادامه یابد مسلماً پیروز خواهید بود. خیابان دست شماست. نگهش دارید. عزیز و بینندگان محترم شبکه خوب امید جاودان، کشیش رسول عزیز، من میخوام از این طریق به خانواده محترم امینی تسلیت بگم. داغ عزیزشون مهسا عزیز در اصل مهسا عزیز همه مردم ایرانه. ننگ بر این عکسی که توی تصویر دارید میبینید، ننگ بر جمهوری اسلامی، ننگ بر اسلام، ننگ بر قرآن. با سلام خدمت هموطنای عزیز و عرض تسلیت به خانواده مهسا امینی و همه ایرانیان در سراسر دنیا. همونطور که خداوند در کلام خودش در اشعیا باب 9 وعده داده، زیرا تو یوغی را که برگردن آنها بود شکستی و ایشان را از دست قوم متجاوز رها گردانیدی، همچنان که در گذشته مدیانی ها را شکست داده قومت را آزاد ساختی. ما مسیحیان باور داریم که کلام خدا به زودی تحقق پیدا خواهد کرد و خداوند سرزمین ما ایران رو از دست قوم متجاوز جمهوری اسلامی نجات میده. خشایار هستم، عضو کلیسای پرستندگان مسیح. از همینجا همدردی خودم را اعلام میکنم با خانواده محترم امینی برای از دست دادن دختر عزیزشان خانم مهسا امینی که به دست مزدوران ظالم و ستمگر رژیم فاسد جمهوری اسلامی به شهادت رسیده. خداوندم، خدای قدوس، خدای محبت، خدای نجات دهنده، خدای شفا دهنده، پدرجان به اسم پرقدرت پسر عزیزت، پسر روحانیت عیسی مسیح می طلبم خداوندم سرزمین عزیزم ایران را و ایران ایرانی را از دست نظام جمهوری اسلامی خداوندم نجات بدی. این کلیپ رو میفرستم خدمت کش رسول عزیز. با درود بر مردم ایران، ما به عنوان جامعه مسیحی از خانواده مهسا امینی اعلام حمایت میکنیم و یادآور میشویم که حجاب امری درونی است نه بیرونی. ولی شما حکومت اسلامی با کشتن فکر میکنید کار خدا را انجام میدهید، در حالی که محکوم هستید. شما جنایات مختلفی را تحت عنوان دین و خدا انجام دادید و انسانهای بیگناه را در این مسیر به قتل رساندید، همزمان با کسانی که در درون ایران فریاد برمیزنند زن، زندگی و آزادی. میخواستم تسلیت بگم قتل مهسا امینی دختر ایران زمین رو به خانوادهش و مردم ایران. من خودم دختر دارم و تصور این جنایت قلبم رو پاره پاره میکنه. خواستم دعا کنم در نام عیسی مسیح برای حفاظت از مردم و جوانای کشورم، مردمی که تو این روزا برای به دست آوردن ابتدایی ترین حقوق انسانی خودشون دارن با شریر جهل و جنایت جمهوری اسلامی مبارزه میکنن. با سپاس از شبکه امید جاودان و کشیش رسول حیدری برای انتشار این ویدیو. با درود به هموطنان عزیز، رسول هستم، خادم کلیسای کوروش. از بابت خواهرمون مهسا امینی درگذشت رو به خانوادهش و به ملت شریف ایران، همینطور خواهر برادرهای کرد عزیزمون تسلیت میگم و برایشون صبر آرزو میکنم. با همه کسایی که توی درگیری ها کشته شدن، عزیزی رو از دست دادن، شرایط جوری بشه که مردم ما آرامش داشته باشن و نجات پیدا بکنن. برای اتفاقی که برای مهسا امینی فرزند خداوند افتاده واقعا بسیار متاسفم. پدر جان، ملت عزیز ایران رو
از شر ظالمینی که الان دارن حکومت میکنن نجات بده. پدر جان، ای پدر آسمانی، قلب مردم ایران رو اونجوری که خودت میدونی لمس کن. در نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. منم به نوبه خودم عرض تسلیت دارم خدمت خانواده امینی و اینکه ما رو شریک غمشون بدونن و از خدا بخوام بهشون صبر بده. و اینو من میتونم بگم که خون به ناحق ریخته مهسا خانم جبران میشه، انتقاممونو ما میدیم. با سبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. درود. این پیام را به عنوان یکی از اعضای تشکل مسیحی ایرانیان از هلند تقدیم خانواده داغدار دختر سرزمین ایران مهسا امینی می‌گردانم. با تشکر از شبکه امید جاودان و برادر عزیزم کشیش رسول حیدری که همواره در کنار دردهای هموطنانم به فیض خداوند هم صدای درد کشیدگان هستند، هم ندای مراهم. پدر و مادر عزیز و داغدیده مهسا، نمیدانم چگونه و به چه شکل میتوان به شما تسلیت گفت و یا در این غم عظیم در کنار شما ایستاد، اما میدانم خدای حقیقی و زنده در کنار شماست و بیگناهان را حیاتی جاودان میبخشد. پیکره ملت عزیز کشورمان ایران تفکری شریرانه در بخشی کوچک از جامعه به خصوص حاکمان رخنه کرده و حال این گوهر آفرینش را بد کرده است. این بدن و این پیکر بزرگ نیاز به درمان دارد، نیاز به شفای آزادی دارد و یا همانطور که کلام حقیقت گفت شاید نیاز به قتل و دور انداختن عضو فاسد دارد. اینک از تو میخوام در نام پر جلال مسیح حقیقت خودت را بر ایرانیان آشکار کن. تسلیت ای خداوند بر دل پدر و مادر مهسا، خانواده مهسا باشه، همچنین دیگرانی که ای خداوند در این روزها جانشون رو دادن و چه بسا که بازم بدن. از تو میخوام خداوند قلب ایرانیان رو تو روشن کن تا حقیقت رو بفهمن، درک درست نسبت به اسلام داشته باشن ای خداوند، و درک درست نسبت به محبت و حقیقت تو داشته باشم پدر جان. آنچه که در این سرزمین شروع کردی مطابق فیضت ای خداوندا به ثبت برسون تا محبت و عشق تو و کلام حقیقی تو حاکم بر سرزمین عزیز ما ایران باشه و تو باشی که ای خدا مطابق فیضت تأخیر نکنی ای پدر جان، و این نظام اسلامی رو تو سرنگون کنی در نام پر جلال مسیح. آمین 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 که با ایمان بیست.